ما در هند بیش از 700 سال حکومت کردیم. دقیق. ولی نتونستیم اونو اون توی بیقل را که شاشه گو را میخورد. اونو که با گو سجده میکنه اون را مسلمان بکنه. دقیق. این غیر منطقی غیر عقلانی نیست به نظرتان که مثلا برای خانم اجازه داده بشه در رسانه کار بکنه، یوتیوبر باشه، در بازار بره بگرده، بیرون بره، بازار بره، این طرف و طرف ره، اما مسجد خانه خدا از لحاظ دین ممنوع باشه. ببرش بگیم که تو اجازه نداره. در این سه شب هیچ مشخص نشد که پیامبر صلی الله علیه و آله چند رکعت نه این دلیل ما نداره. فقط او دلیلی که امام بخاری و یا احادیثی که داریم که رسول علیه السلام با وتر 11 رکعت نماز خوانده و او یک شای دوامداری بود که مصرف شده حکومت و یا امر بالمعروف او را نظارت بکنه که این امام همین قاری چی رقم درست میخوانه یا نمیخوانه. اگر غلط خوان باش بود که نه این رقم صحیح نیست. دقیقا. من پیشنهادم به ایسته برای حکومت افغانستان که به هیچ وجه عوام را با خواص یک جا فکر نکنه. ولی راهش این نیست که ما عسکر را دان دروازه استاده بکنیم و هر یکی را محاسبه بکنیم که اون محاسبه را صلاحیت نداشتیم. انسان ها که رسول علیه السلام بود بعد از خلفای راشدین بودن چون این کار نکردن و ما او را ایجاد بکنیم. ولی فکر بکنیم وقتی گوزن گفت یا امیر المؤمنین امیر کل مجرد تعداد سایده کرد بله. نه پر سر سر نکرده باشن چطور سر نکرد؟ طبیعی است. من با صراحت امیر میگم که جناب علما صاحبا، مولای صاحبا، کسایی که صاحب امر هستین از خدا بترسین، از دین هیولای جور نکنین که مردم از دین فرار کنن. در ترویح هم ما از جان خود جور کردیم. دقیقا یک تعداد قرآن میخوانن. خوب برادر باشن تسبیحات مختلفی میخوانن بگذارن که کمک آرام شوان. در اونجا چای برش نیست، در اونجا میوه برش نیست، در اونجا صحبت برشان نیست، اجازه نمیدن. یا او را خلان یک چیز دیگر را کشیم، سبحان ذل ملک و الملک، سبحان ذل عزتی، ای را میخوانه کنن که در نوافل رویه فرزم را صورت بگیرد. دقیق. کوشش نکنن بنام دین توهین شوند، کوشش نکنن تفرق دینی را بیشتر بگیرد.